جهت امانت داری در نوشتار کتاب و نویسنده و مترجم تمامی کلمات کتاب همانطور که در کتاب نوشته شده بود بیان شدند. پیشاپیش از خواندن کلماتی که شاید نوشتن و خواندن آنها در کتابهای دیگر معمول نیست از شما پوزش می طلبیم. هنر رندانه به تخم گرفتن، نوشته مارک منسون. ارزش رنج کشیدن. در ماه‌های واپسین 1944 بعد از حدود یک دهه جنگ، اوضاع داشت به ضرر ژاپن پیش می‌رفت. اقتصادشون مثل خر توی گل گیر کرده بود، ارتششون در تقریبا نصف آسیا پراکنده شده بود و سرزمین‌هایی که در اقیانوس آرام تصاحب کرده بود مثل مهره‌های دومینو سرنگون می‌شدند و به دست ایالات متحده می‌افتادند. شکست اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسید. در 26 دسامبر 1944 سوتوان دوم هیرو اونادا از ارتش امپراتوری ژاپن به جزیره کوچک لوبانگ در فیلیپین اعزام شد. مأموریت هیرو این بود که تا جایی که میتونه پیشرفت ایالات متحده رو کند کنه، تا سرحد مرگ ایستادگی کنه و هیچ وقت تسلیم نشه. هم خودش و هم فرماندهش می دونستن که این مأموریت یک جور خودکشیه. در فوریه 1945 آمریکایی ها به لوبانگ رسیدن و با ارتشی سهمگین جزیره رو گرفتن. در عرض چند روز بیشتر سربازهای ژاپنی یا تسلیم شدن یا کشته، ولی اونودا به همراه 3 تن از مردهاش تونستن جون سالم به در ببرن و توی جنگل قایم بشن. از اونجا حملات چریکی پراکنده‌ای رو علیه نیروهای امریکایی و جمعیت محلی انجام می‌دادند. به خطوط انتقال مهمات حمله می‌کردند، به سربازان گشتی شلیک می‌کردند و به هر روشی که می‌تونستن چوب لای چرخ نیروهای امریکایی می‌ذاشتن. آگوست همون سال، یعنی بعد از حدود 6 ماه، ایالات متحده روی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی بمب اتمی انداخت. ژاپن تسلیم شد و مرگبارترین جنگ در تاریخ بشر به پایان دراماتیکش رسید. اگرچه هزاران سرباز ژاپنی هنوز در جزایر اقیانوس آرام پراکنده بودند و بیشترشون مثل اونودا توی جنگل‌ها قایم شده بودند و نمی‌دونستن که حتی اصلا جنگ تموم شده. این سربازها درست مثل قبل به جنگ و غارت ادامه میدادند و این یک مشکل بزرگ در بازسازی آسیای شرقی بعد از جنگ بود و دولت‌ها به توافق رسیدند که باید در این باره کاری بکنند. ارتش ایالات متحده به اتفاق دولت ژاپن هزاران بروشور را از بالای اقیانوس آرام روی این جزایر پخش کرد و اعلام کرد که جنگ تموم شده و وقتش رسیده که همه برن خونه هاشون. اونادا و سربازاش مثل خیلی های دیگه این بروشورها رو پیدا کردن و برخلاف خیلی های دیگه تصمیم گرفتن این اعلامیه های ساختگی رو دور بندازن و فهمیدن که اینها یک تله است. البته اونها اینطور فکر میکردن که اینها یک تله از طرف نیروهای امریکاییه که چریکه ها رو از جنگل بیرون بکشن. اونادا اعلامیه ها رو سوزوند و سربازهاش به زندگی مخفیانه در جنگل و مبارزه ادامه دادن. 5 سال به همین منوال گذشت. انتشار و پخش اعلامیه ها متوقف شد و بیشتر نیروهای آمریکایی رفته بودن خونه هاشون. محلی های لوبانگ سعی کردن به زندگی عادیشون، یعنی کشاورزی و ماهیگیری، برگردن. ولی هنوز هیرو اونادا و مردانش به کشاورزان شلیک می کردن. محصولاتشون رو آتیش می زدن و دامهاشون رو می دزدیدن. و محلی هایی که داخل جنگل پرسه می زدن رو به قتل می رسوندن. دولت فیلیپین اعلامیه جدیدی چاپ و توی جنگل پخش کرد. گفت بیایید بیرون، جنگ تموم شده، شما باختین. ولی این بار هم باور نکردن.
در 1952 دولت ژاپن یک تلاش نهایی انجام داد که آخرین سربازهاش رو که در جزایر اقیانوس آرام قایم شده بودن بیاره خونه. این بار نامه‌ها و عکس‌هایی از خانواده‌های سربازان گم شده به همراه یادداشتی از خود امپراتور در جنگل پخش کرد. این بار هم اونودا نخواست که باور کنی که این اطلاعات واقعی هستن. این بار هم فکر کرد که این قضیه زیر سر امریکاست. این بار هم هیرو و سربازاش موندن توی جنگل و به جنگیدن ادامه دادن. چند سال دیگه هم گذشت و فیلیپینی‌های محلی که از این همه ترور به ستوه آمده بودن خودشون دست به اسلحه شدن و با اونودا و یاراش مبارزه کردن تا سال 1959. یکی از همرزمان اونادا تسلیم شده و یکی دیگرشون کشته شده بود. یک دهه بعد آخرین یار اونادا مردی به نام کوزوکا در یک تیراندازی با نیروهای پلیس محلی کشته شد، در حالی که داشت شالیزارهای برنج رو آتیش می‌زد. یعنی ربع قرن از پایان جنگ جهانی دوم گذشته بود ولی اونا هنوز داشتن می‌جنگیدن. حالا دیگه اونودا که بیشتر از نصف عمرش رو در جنگل‌های لوبانگ سپری کرده بود، تک و تنها مونده بود. در سال 1972 خبرهایی مربوط به مرگ کوزوکا به ژاپن رسید و سر و صداهای زیادی به پا کرد. مردم ژاپن فکر می‌کردن که آخرین سربازهای جنگ سال‌ها پیش اومدن خونه. رسانه‌های ژاپنی شروع کردن به مطرح کردن این سوال که اگر کوزوکا تا سال 1972 در لوبانگ مونده، شاید خود اونودا آخرین سرباز بازمانده از جنگ جهانی دوم هنوز زنده باشه. همون سال دولت ژاپن و فیلیپین با همکاری هم یک گروه تجسس تشکیل دادن و همه جنگل رو دنبال این صدفان دوم پر رمز و راز گشتن. کسی که یک شخصیت معماوار داره، یک شخصیت قهرمان و یک شخصیت شبهگونه. هیچی پیدا نکردن. ماه‌های زیادی گذشت و قصه سوتمان اونادا یه جورایی به افسانه‌های محلی ژاپن تبدیل شد. یک قهرمان جنگی که اونقدر دیوانه است که نمیشه واقعی بودنش رو باور کرد. خیلی ها عاشقانه میپرستیدنش، خیلی ها ازش انتقاد میکردن، بعضی ها میگفتن این حرفا مال قصه های پریونه و آدم های این قصه رو بافتن که هنوز میخوان به ژاپنی ها باور بدن و باور داشته باشن که خیلی وقت پیش ناپدید شده. هول و هوش همین دوران بود که مرد جوانی به اسم نوریو سوزوکی برای اولین بار اسم اونادا به گوشش خورد. سوزوکی یک ماجراجو، یک سفربرای کنجکاو و یه جورایی هیپی بود. بعد از پایان جنگ به دنیا اومده بود و از مدرسه اخراج شده بود و 4 سال مداوم در جاده بود و آسیا و خاورمیانه و آفریقا رو هیچ هایک کرده بود. هیچ هایک به معنی رایگان سواری یا مرامی سواریه، یعنی بغل جاده میستی و به هر ماشینی که به مسیرت بخوره و مایل باشه سفارت کنه باهاش سفر میکنی. و شبها رو روی نیمکت پارک ها خوابیده بود، در ماشین غریبه ها، سلول زندان و زیر آسمون خدا شبش رو روز میکرد. برای غذا در مزارع به کار داوطلبانه مشغول میشد و برای پرداخت هزینه اقامت خون اهدا میکرد. یک روح آزاده بود و شاید یه خورده هم بیمخ. در سال 1972 سوزوکی به این نتیجه رسید که ماجراجویی جدیدی لازم داره. بعد از سالها سفر به کشورش برگشته بود و اصلا با این ژاپن جدید حال نمیکرد. از هنجارهای فرهنگی و سلسله مراتب اجتماعی حاکم حس خفگی بهش دست میداد. از مدرسه نفرت داشت، نمیتونست سر یه کاری آروم بگیره، میخواست دوباره برگرده به جاده ها و دوباره برای خودش آزاد باشه. برای سوزوکی افسانه اونودا به عنوان جوابی برای سوالهاش هویدا شد. این قضیه براش یک ماجراجویی جدید بود که ارزش پیگیری داشت. سوزوکی یقین داشت که خودش تنها آدمیه که میتونه اونادا رو پیدا کنه. گروه های تجسس ژاپنی، فیلیپینی و آمریکایی نتونسته بودن اونادا را پیدا کنن.
پلیس محلی به مدت 30 سال جنگل‌های منطقه رو وجب به وجب گشته بود و هزاران اعلامیه پخش کرده بود بدون دریافت هیچ پاسخی. ولی گور باباش، این هیپی ولگرد، میخواست بره و اون آدمی باشه که پیداش میکنه. سوزوکی غیر مسلح و بدون هیچ مهارتی در ردیابی آدم‌ها یا فنون مبارزه به جزیره لوبانگ سفر کرد و تنهایی زد به دل جنگل. استراتژی سوزوکی این بود که اسم اونادا رو فریاد بزنه و بهش بگه که امپراتور خیلی نگرانشه. در عرض 4 روز اونادا رو پیدا کرد. سوزوکی مدت‌ها پیش اونادا در جنگل مون. اون زمان اونادا به مدت 1 سال بود که تنها شده بود و خیلی از این همدم و همصحبت استقبال کرد. خیلی هم تشنه این بود که بفهمه در این سالها چه اتفاقی افتاده و چی بر سر ژاپن و دنیا اومده. این دو نفر یه جورایی رفیق هم شدن. سوزوکی از اونادا پرسید که چرا این همه سال به مبارزه ادامه داد. اونادا گفت که خب خیلی ساده است. بهش دستور داده بودن که هیچ وقت تسلیم نشه و او هم همین کار رو کرده بود. به مدت 30 سال داشت از یک دستور تبعیت میکرد. بعد اونادا از سوزوکی پرسید چی شده که یک پسر هیپی اینجوری اومده و دنبالش میکرده. سوزوکی گفت که ژاپن رو در جستجوی 3 چیز ترک کرده. ستوان اونادا، یک خرس پاندا و یتی. یتی یا همون غول برفی، طبق روایات اثبات نشده، موجود آدم نما و پشمالویه که تو کوههای هیمالیا زندگی میکنه. و بعد تأکید کرد که به همین ترتیبی که گفتم. این دوتا آدم تحت شرایط بسیار عجیبی به هم برخورد کرده بودن. دو ماجراجوی خوش انرژی با نیتهای خیر در جستجوی ورژن غلطی از کمال، مثل دونکی شد و سانچو پانزای ژاپنی در دنیای واقعی که در جنگل‌های مرطوب فیلیپین گیر افتاده بودند. اونها خودشون رو قهرمان می‌دونستن. با اینکه جفتشون تنها بودن، هیچی نداشتن و هیچ کار خاصی نمی‌کردن. اونادا که تا اون موقع بیشتر زندگیش رو وقف یک جنگ خیالی کرده بود، سرنوشت سوزوکی هم بهتر از اون نبود. بعد از اینکه ستوان گم شده و خرس پاندا رو پیدا کرد، چند سال بود در جستجوی یتی در ارتفاعات هیمالیا جون خودش رو از دست داد. آدم‌ها اغلب اینجوری انتخاب می‌کنن که قسمت‌های بزرگی از زندگیشون رو وقف اهدافی بی اهمیت یا مخرب کنن. سخت تصور کردن اینکه اونادا اون 30 سال توی جنگل خوشحال بوده و از حشرات و جوندگان تغذیه میکرده، توی خاک و خل میخوابیده و سالهای سال محلی‌ها رو میکشته، یا اینکه چرا سوزوکی به سمت مرگ خودش هیچ هایک کرده. بدون هیچ پولی، بدون رفیقی و بدون هیچ هدفی جز اینکه یک غول خیالی رو پیدا کنه. بعدها اونادا گفت که حسرت چیزی رو نمیخوره و به انتخابهایی کرده و به اوقاتی که در لوبانگ به سر شده افتخار میکنه. گفت باعث افتخارش بوده که بخش قابل توجهی از زندگیش رو صرف خدمت به یک امپراتوری کرده که وجود خارجی نداشته. سوزوکی هم اگر زنده بود احتمالاً چیز مشابهی میگفت، که داشت همون کار رو میکرد که باید و اینکه حسرت چیزی رو نمیخوره. جفتشون انتخاب کردن که چجوری رنج بکشن. هیرو اونادا انتخاب کرد که برای وفاداری به یک امپراتوری مرده رنج بکشه. سوزوکی انتخاب کرد که برای ماجراجویی رنج بکشه، حالا هر چقدر هم که بیمارگونه جلوه کنه. برای هر دوشون این رنج کشیدن معنا داشت و یک هدف عالی‌تر رو دنبال می‌کرد و چون معنا داشت میتونستن تحملش کنن و حتی ازش لذت ببرن. اگر رنج کشیدن اشتراب ناپذیره، اگر مشکلات زندگی رو نمیشه حذف کرد، پس سؤالی که باید پرسیده بشه این نیست که چجوری رنج رو حذف کنیم، بلکه اینه که چرا دارم رنج میکشم، اصلا برای چه هدفی؟ هیرو اونادا در سال 1974 به ژاپن برگشت و یه جورایی در وطن به یک سلبریتی تبدیل شد. از یک برنامه تلویزیونی به برنامه رادیویی بعدی می رفت و دعوت می شد.
سیاستمدارها دست و پا میشکستن که باهاش دست بدن. یک کتاب منتشر کرد و از طرف دولت پول خیلی زیادی بهش پیشنهاد شد. ولی وقتی به ژاپن برگشت از چیزی که دید خیلی سرخورده شد. یک فرهنگ مصرفگرای کاپیتالیست سطحی که همه سنت‌های وفاداری و ایثار رو از دست داده بود. اونادا سعی کرد که از این شهرتش برای تبلیغ و حمایت از ارزش‌های ژاپن قدیم استفاده کنه. ولی در این جامعه جدید کسی صدای اونادا رو نمی‌شنید. برای اونها هیرو یک ابزار نمایشی بود تا یک متفکر فرهنگی. یک مرد ژاپنی که از یک ماشین زمان پیدا شده و همه مات و مبهوت نگاهش میکنن، مثل یک عتیقه در موزه. قسمت جالب ماجرا اینجاست که اونادا افسرده شده، خیلی بیشتر از اون دورانی که در جنگل زندگی میکرد. حداقل توی جنگل برای یک هدفی ایستادگی میکرد، زندگیش معنادار میگذشت. این باعث شده بود که همه اون رنج‌ها براش آسون بشه و حتی مقداری لذت بخش. ولی اینجا در ژاپن جدید، جایی که از دید هیرو به یک ملت توخالی پر از هیپی‌ها و زن‌های بی‌قید و بند در لباس‌های غربی تبدیل شده بود، با یک حقیقت تلخ مواجه شد. اونم این بود که مبارزش بی‌معنا بود. ژاپنی که براش زندگی می‌کرد و براش جنگید دیگه وجود نداشت. و سنگینی این حقیقت یه جوری سوراخش کرد که هیچ گلوله‌ای تا حالا نکرده بود. و چون رنجی که کشیده بود هیچ معنایی نداشت، ناگهان براش روشن شد که 30 سال از زندگیش رو تلف کرده. در نتیجه در سال 1980 اونادا وسیله‌هاش رو جمع کرد و به برزیل مهاجرت کرد و تا آخر عمر اونجا موند. پیاز خودشناسی. خودشناسی مثل پیازه. هرچه لایه‌های بیشتری رو برداری و به عمق بزنی، احتمال بیشتری داره که گاه و بیگاه اشک بریزی. باید فرض کنیم که لایه اول پیاز خودشناسی یک درک ساده از احساسات خودمون باشه. الان از اون وقت هاست که من خوشحالم. فلان چیز من رو ناراحت میکنه. بهمان چیز به هم امید میده. متاسفانه بعضی از آدم ها هستن که حتی در این سطح ابتدایی خودشون هم خیلی ضعیف عمل میکنن. میدونم، چون خودم یکی از اونها. من و همسرم بعضی وقتها یه همچین مکالمه بامزهی با هم داریم. اون میگه چیزی شده؟ من میگم نه چیزی نشده. اون میگه نه یه چیزی شده بهم بگو. من میگم خوبم واقعا. اون میگه مطمئنی؟ آخه به نظر میاد ناراحتی. من با یه خنده عصبی میگم واقعا نه خوبم، جدی میگم. 30 دقیقه بعد من میگم همینه که این آدم اینقدر میره رو مخم. توی یک اتاق کار میکنیم ولی یه جوری رفتار میکنه انگار من اصلا وجود ندارم. تازش هم شنیدم یه بار سعی کرده زیرابم و پیش رئیس بزنه. هممون نقاط کور عاطفی داریم. اغلبشون هم به عواطفی مربوط میشن که در خلال بزرگ شدن توی مغز اون فرو کردن که احساسات نامناسبی هستن. سالها تمرین و تلاش لازمه که در شناسایی نقاط کور بهتر بشیم و بتونیم به خوبی ابرازش کنیم. این یک وظیفه خیلی مهمه و به زحمتش میارزه. لایه دوم پیاز خودشناسی توانایی پرسیدن این سؤاله که چرا ما عواطف خاصی رو حس میکنیم. این چراها سوالات سختی هستن و معمولاً ماها یا حتی سالها طول میکشه که جواب درست حسابی و دقیقی بهش داد. بیشتر آدم ها نیاز دارن که برن پیش یک روانشناس تا برای اولین بار این سوالها ازشون پرسیده بشه. این سوالها اهمیت زیادی دارن، چون روشن میکنن که چه چیزی رو موفقیت یا شکست میدونیم. چرا عصبانی هستیم؟ آیا دلیلش اینه که در رسیدن به هدفی شکست خوردیم؟ چرا حس خمودگی و بی‌انگیزگی داری؟ آیا دلیلش اینه که فکر میکنی به اندازه کافی خوب نیستی؟
این لایه از سوال‌ها کمک می‌کنه که ریشه عاطفی رو درک کنیم. ریشه عاطفی که ما رو احاطه می‌کنه. وقتی علت ریشه‌ای رو پیدا کردیم، اون وقت در بهترین حالت می‌تونیم کاری کنیم که تغییرش بدیم. ولی پیاز خودشناسی یه لایه دیگه هم داره که عمیق‌تره. و این لعنتی پر از اشک. لایه سوم ارزش‌های فردی ماست. چرا من این رو موفقیت یا شکست میدونم؟ چه جوری خودم رو محک میزنم؟ بر اساس چه استانداردی دارم خودم و آدمهای اطرافم رو قضاوت میکنم؟ رسیدن به این لایه خیلی سخته و مستلزم تلاش و زیر سوال بردنهای مداومی، ولی مهمترینه، چون ارزشهای ما ماهیت مشکلاتمون رو تعیین میکنن و ماهیت مشکلاتمون کیفیت زندگیمون رو، و به خاطر همین اهمیت. ارزش‌ها اساس هر چیزی هستن که ما هستیم و کارهایی که انجام میدیم. اگر چیزی که ارزش میپنداریم بیفایده باشه، اگر چیزی که موفقیت یا شکست میدونیم یلخی انتخاب شده باشه، اون وقت هر چیزی که بر روی این ارزش‌ها بنا میشه، افکار، عواطف، حس‌های روزمره تا ثریا کج میره بالا. هر فکر یا حسی که در مورد شرایط خاصی به ذهنمون خطور میکنه، برمیگرده به این که چقدر اون رو ارزشمند قلمداد میکنیم. بیشتر آدم ها در جواب دقیق دادن به این چراها افتضاحن و اینها باعث میشه که نتونن دانش عمیقی در مورد ارزش هاشون پیدا کنن. البته که ممکنه بگن صداقت و رفاقت براشون ارزشه، ولی فردا روز پشت سرت حرف میزنن و در مورد دروغ میبافن تا در مورد خودشون حس بهتری داشته باشی. یا یکی ممکنه احساس تنهایی کنه، ولی وقتی از خودش میپرسه که چرا همچین حسی داره، اولین راهکاری که به ذهنش میرسه اینه که تقصیر رو بندازه گردن بقیه. همه آدم ها خبیث هستن، یا هیچکی باحال نیست، یا هیچکی به اندازه کافی باهوش نیست که اونها رو درک کنه، و در نتیجه بیشتر و بیشتر از مشکلاتشون تفره میرن به جای اینکه سعی کنن حلشون کنن. برای خیلی ها این همون خودشناسیه. حالا اگر همه بتونن به عمق بزنن و ارزش‌های بنیادیشون رو بهشون نگاه کنن، متوجه میشن که تحلیل‌هاشون بر اساس تفره رفتن از پذیرش مسئولیت مشکلاتشون بوده تا اینکه بخوان دقیق مشکل رو شناسایی کنن. متوجه میشن که تصمیماتشون رو در راستا و به نفع سرخوشی زودگذر خودشون گرفتن و نه خلق شادکامی واقعی. بیشتر راهنماها و مدرسهای خودیاری هم این سطح عمیق‌تر خودشناسی را نادیده میگیرن. اونها آدمهای بدبخت بیچاره رو میگیرن چون میخوان پولدار بشن و بعد همه جور پند و اندرز بهشون میدن که چجوری بیشتر پول در بیارم، و در تمام این مدت سوالات مهم مربوط به ارزش‌ها رو نادیده می‌گیرم. در درجه اول این که چرا احساس نیاز می‌کنن که اصلا پولدار بشن؟ چجوری موفقیت یا شکست خودشون رو می‌سنجن؟ آیا احتمال داره که ریشه ناشادکامیشون یک ارزش دیگه داشته باشه و نه این مسئله که یک بنتلی زیر پاشون نیست؟ بیشتر پند و اندرزهای اون بیرون در سطح کم عمقی کار میکنن و حال آدمها رو در کوتاه مدت خوب میکنن، در حالی که مشکلات واقعی و بلند مدت حل نشده باقی میمونن. ادراک و احساسات آدمها ممکنه تغییر کنه، ولی ارزشهای بنیادی و معیارهایی که برای ارزیابی ارزشها مورد استفاده قرار میدن تغییری نمیکنه. این پیشرفت نیست، این فقط یک روش دیگه برای رسیدن به سرخوشی های بیشتره. اینکه صادقانه خودت رو ببری زیر سوال کار سختیه، چون باید سوالاتی رو از خودت بپرسی که جوابهای ناراحت کننده ای داره. تجربه به هم نشون داده که هرچه جواب ناراحت کننده تر باشه، احتمال بیشتری داره که درست بشه. یه لحظه وقت بذار و به یه قضیهی که واقعا اذیتت میکنه فکر کن. حالا از خودت بپرس که چرا این قضیه رفته رو مخت؟ به احتمال زیاد جواب به یه جور ناکامی مربوط میشه. اون ناکامی رو در نظر بگیر و از خودت بپرس که چرا به نظرت اینجوریه؟
آیا ممکنه اون واقعا از جنس ناکامی باشه؟ یا نه، ممکنه نباشه. شاید از زاویه اشتباهی داری بهش نگاه میکنی. یک مثال از زندگی خودم رو براتون بگم. اینکه داداشم جواب اسمس های ایمیل ها رو نمیده میره رو مخم. چرا؟ چون انگار من تخمش هم نیستم. به نظرت چرا اینجوریه؟ چون اگه میخواست با هم رابطه داشته باشه 10 ثانیه وقت میذاشت و یه جوری با هم تماس میگرفت. چرا این قضیه که با برادرت در ارتباط نیستی برات یک ناکامی محسوب میشه؟ چون ما داداشیم، ما باید رابطه خوبی با هم داشته باشیم. دو تا چیز اینجا عمل میکنه. یک ارزش که برای من مهمه و یک معیار که بر اساس اون میزان پیشرفتم به سوی اون ارزش رو میسنجم. ارزش من این که برادرها باید رابطه خوبی با هم داشته باشن. معیار من تماس تلفنی یا ایمیل بازی. من اینجوری موفقیتم رو به عنوان یک برادر میسنجم. با تکیه کردم به این معیار کاری میکنم که حس ناکامی خیلی وقتها بیاد سراغم، مخصوصا صبحهای جمعه. میتونیم با تکرار این فرایند حتی عمیق‌تر هم بریم. چرا برادرها باید روابط خوبی با هم داشته باشن؟ چون که از یک خانوادن و اعضای خانواده به هم باید نزدیک باشن. چرا به نظرت باید اینجوری باشه؟ چون خانواده باید بیشتر از هر کس دیگه‌ای برات مهم باشه. چرا به نظرت اینجوریه؟ چون نزدیک بودن به خانواده یه چیز نرمال و سالمه، چیزی که من ندارم. اینجا در مورد ارزش بنیادی خودم داشتن یک رابطه خوب با برادرم کاملا شیرفهم هستم، ولی هنوز در مورد معیارم دوست دارم دست و پا بزنم و دست و پا هم میزنم. اسم دیگه ای روش گذاشتم، نزدیک بودن با اعضای خانواده، ولی معیارم تغییر چندانی نکرد. هنوز دارم خودم رو بر اساس تعداد تماس‌هایی که با هم داریم قضاوت می‌کنم. بر معنای این معیار خودم رو با کسانی که می‌شناسم مقایسه می‌کنم. همه کسایی که می‌شناسم رابطه نزدیکی با خانواده‌هاشون دارن، ولی من ندارم. پس قطعاً یه جای کارم می‌لنگه. ولی نکنه من معیارهای داغونی رو برای خودم و زندگیم انتخاب کردم. آیا چیز دیگه هم هست که میتونه درست باشه و من ندیدمش؟ شاید لازم نیست که با برادرم نزدیک باشم که اون رابطه خوب که برای من ارزش محسوب میشه بینمون برقرار باشه. شاید هم باید فقط احترام متقابل بینمون باشه که همین الانم هست. یا شاید باید دنبال این باشیم که اعتماد دو نفره بینمون باشه که اونم هست. شاید اینها معیارهای بهتری برای سنجش برادریمون باشه تا تعداد اسمس هایی که رد و بدل میکنیم. خیلی به نظر درست میاد. من که حس میکنم برای من خیلی جوابه، ولی هنوز خیلی درد داره که من و داداشم به هم نزدیک نیستیم و هیچ روش مثبتی وجود نداره که قضیه رو بهش ربط بدیم. دونستن این قضیه راه مخفی نشونم نمیده که باهاش از خودم تعریف و تمجید کنم. بعضی وقتها برادرها، حتی اونایی که عاشق هم دیگه هستن، روابط نزدیکی ندارن و این اوکیه. اوایل پذیرفتنش سخته، ولی اوکیه. اون چه که در دنیای بیرون شما در مورد وضعیتتون صادق و درسته، به اندازه اینکه شما اون رو چجوری میبینید، با چه معیارهایی میسنجیدش و چجوری ارزش گذاری میکنیدش اهمیت نداره. آره، ممکن مشکلات اجتناب ناپذیر باشن، ولی معنای هر مشکل نه. ما روی اینکه هر مشکل چه معنایی داشته باشه کنترل داریم، چون میتونیم انتخاب کنیم که چجوری در موردشون فکر کنیم و با چه استانداردهای اونها رو بسنجیم. مشکلات ستاره راک. در سال 1983 یک گیتاریست جوان و با استعداد به بدترین شکل ممکن از گروهشون اخراج شد. گروهشون به تازگی یک قرارداد خوب بسته بود
و قرار بود که اولین آلبومشون رو ضبط کنن. ولی چند روز قبل از اینکه ضبط شروع بشه، اعضای گروه درب خروج رو به گیتاریست قصه ما نشون دادن. نه اخطاری، نه بحثی و نه دعوای دراماتیکی. به معنی واقعی کلمه و خیلی شیک از خواب بیدارش کردن و یک بلیت اتوبوس برای خونه دادن دستش. وقتی داشت از نیویورک به لس آنجلس برمیگشت، توی اتوبوس هی از خودش میپرسید که چی شد؟ چه کار اشتباهی کردم؟ الان چی کار کنم؟ قراردادهای ضبط همینجوری که از آسمون نمیافتن، مخصوصا برای گروه های متال تازه کار و گوشخراش. آیا تنها فرصتی که داشتم رو از دست دادم؟ وقتی اتوبوس به لس آنجلس رسید، تصمیمش رو گرفته بود. از دلسوزی برای خودش دست کشید و قول داد که گروه جدیدی برای خودش رو اندازی کنه. با خودش قرار گذاشت که گروه جدیدش اینقدر موفق و خفن میشه تا گروه قبلیش تا ابد برای کاری که کردن حسرت بخورن. اونقدر مشهور میشه که اونها محکوم میشن به اینکه سالهای سال اون رو توی تلویزیون ببینن، توی رادیو صداش رو بشنون، پوسترهاش رو توی خیابون و عکسهاش رو توی مجلات ببینن. اون خیانتکارها توی حیات خونهشون همبرگر پشت رو میکنن، اجراهای چیپ و مسخرهشون رو توی کلابها و کلابهای پایین شهر برگزار میکنن، چاق و همیشه مست با همسرهای زشتشون، ولی اون توی استادیوم و روبروی جمعیت 100,000 نفری میترکونه و برنامهش داره به طور زنده توی تلویزیون پخش میشه. توی برکه ای از اشکهای کسانی که بهش خیانت کردن خودش رو میشوله و هر قطره اشک رو با یک اسکناس 100 دلاری تمیز و تا نخورده خشک میکنه. در نتیجه پسر گیتاریست شروع کرد به کار کردن. یک جوری کار میکرد که انگار توسط یک جن موزیکال تسخیر شده. بهترین موزیسین هایی که میشناخت رو صدا زد و ماهای زیادی رو صرف این کرد که بهترین گروه ممکن رو تشکیل بده. به دنبال موزیسین هایی بود که خیلی بهتر از اعضای گروه قبلیش باشن. آهنگ های زیادی نوشت. دیوانوار شب و روز تمرین میکرد. خشم سوخت بلند پروازی هاش بود و انتقام الهی موسیقیش. در عرض 1-2 سال گروه جدیدش یک قرارداد ضبط امضا کرد و 1 سال بعد اولین آلبومش بیرون اومد و ترکون. اسم این گیتاریست دیو ماستین بود و اسم این گروه جدید که به یکی از گروه های افسانه تاریخ هوی متال تبدیل شد مگادس. مگادس بیشتر از 25 میلیون آلبوم فروخت و بارها در سر تا سر دنیا کنسرت و تور برگزار کرد. این روزها ماستین رو به عنوان یکی از درخشانترین و تأثیرگذارترین موزیسین ها در تاریخ موسیقی هوی متال میشناسن. متاسفانه گروهی که ازش اخراج شده بود متالیکا بود که بیشتر از 180 میلیون نسخه آلبوم در سر تا سر دنیا فروخت. متالیکا رو همه به عنوان یکی از برترین گروه های راک و متال تاریخ میدونن و به همین دلیل در یک مصاحبه نادر و خصوصی در سال 2003 ماستین در حالی که داشت اشک می‌ریخت اعتراف کرد که خودش رو یک ناکام می‌دونه، یک شکست خورده، چون با وجود همه موفقیت‌هایی که به دست آورده بود هنوز هم اون آدمیه که از متالیکا اخراج شد. ما میمونیم، فکر میکنیم موجودات سطح بالا و پیچیده‌ای هستیم که صبحها با توستر نون داغ میکنیم و کفش‌های آخرین مدل میپوشیم. ولی راستش رو بخوای فقط یک سری میمون خوش لباس و پرتمطراق هستیم. و چون میمون هستیم به طور غلیظی خودمون رو با بقیه مقایسه میکنیم و برای رسیدن به جایگاه اجتماعی بالاتر رقابت میکنیم. سوال این نیست که آیا خودمون رو در جایگاه مقایسه با دیگران ارزیابی میکنیم، بلکه اینه که بر اساس چه استانداردهایی خودمون رو میسنجیم. دیو ماستین آگاهانه یا ناآگاهانه انتخاب کرد که خودش رو بر اساس اینکه چقدر از متالیکا موفق‌تر و محبوب‌تر باشه بسنجه.
تجربه اخراج شدنش از گروه قبلیش اینقدر براش دردناک بود که موفقیت نسبت به متالیکا رو به عنوان یک معیار انتخاب کرد تا بر اون اساس خودش رو و مسیر حرفه‌ایش رو بسنجه. با وجود اینکه یک اتفاق دردناک زندگیش رو به یک چیز مثبت تبدیل کرد و ازش مگادس ساخت، ولی انتخاب موفقیت متالیکا و مقایسه خودش با اون به عنوان معیاری تعیین کننده برای زندگیش آسیب‌های زیادی بهش وارد کرد. با وجود همه ثروت و طرفدارها و هوراهایی که گرفت، هنوز خودش رو یک ناکام میدونست. و حالا ممکنه من و شما به موفقیت دیو ماستین نگاه کنیم و خندمون بگیره. به اینکه این آدم با میلیون‌ها دلار پول، صدها و هزاران طرفدار دو آتیشه و یک مسیر شغلی که داره و کاری رو که میکنه عاشقشه، ولی هنوز چشماش خیسه. هنوز چشماش خیس میشه که رفقای 20 سال قبلش مشهورتر از اون هستن. دلیلش اینه که ارزش‌های من و شما با ارزش‌های ماستین متفاوته و ما خودمون رو بر اساس معیارهای متفاوتی میسنجیم. احتمالاً معیارهای ما یه چیزی شبیه به اینه که نمیخوام سر کاری برم که از رئیسم متنفر باشم، یا میخوام اینقدر پول در بیارم که بتونم بچم رو به مدرسه خوبی بفرستم، و یا خوشحال میشم اگر فردا رو توی جوب بیدار نشم. و با این معیارها ماستین به طرز شگفت انگیزی موفقه، ولی بر اساس معیار خودش، یعنی مشهورتر و موفقتر از متالیکا باش، یک ناکام شکست خورده است. ارزش هامون تعیین کننده معیارهایی هستند که بر اساسشون خودمان و دیگران را میسنجیم. چیزی که برای اونودا ارزش بود، یعنی وفاداری به امپراتوری ژاپن، اون رو 30 سال در جزیره لوبانگ نگه داشت. ولی همین ارزش باعث شد که موقع برگشتن به ژاپن سرخورده بشه و احساس بدبختی کنه. معیار ماستین، یعنی بهتر بودن از متالیکا، باعث شد مسیر حرفه‌ای بسیار موفقی در دنیای موسیقی رو رقم بزن. ولی همین معیار بعدها کلی شکنجش داد، اگرچه موفقیت زیادی هم براش آورد. اگر میخوای دیدگاهت به مشکلات رو عوض کنی، باید چیزهایی که برات ارزش هستن و معیارهایی که باهاش موفقیت و شکست رو میسنجی عوض کنی. مثلا باید نگاهی بندازیم به یک موزیسین دیگه که اتفاقا اون هم از گروش اخراج شد. داستانش خیلی شبیه به دیو ماستینه، اگرچه حدود 20 سال قبلش اتفاق افتاد. سال 1962 بود و یک گروه جوان از بندر لیورپول در انگلیس تازه داشتن اسمی رو برای خودشون در می‌کردن. اعضای این گروه سر و وضع بامزه‌ای داشتن و اسم گروه هم از اون بامزه‌تر بود. ولی موزیکی که می‌زدن انقدر خوب بود که صنعت موسیقی بالاخره مجبور شد بهشون توجه کنه. اعضای این گروه شامل جان، خواننده اصلی و ترانه‌سرا، پل، پسر بیبی فیس و رومانتیک گروه که گیتار بیس می‌زد، جورج، نوازنده سرکش گیتار، و در نهایت درامر گروه کسی که خوش‌چهره‌ترینشون بود. دخترها دیوونش بودن و توی مجله‌ها هم اول از همه صورت این بود که خود نمایی می‌کرد. حرفه‌ای‌ترین عضو گروه هم بود. دراگ نمیزد، یک دوست دختر فابریک داشت، حتی یک عده کاسب کت و شلوار پوش هم بودن که میگفتن ایشون باید چهره گروه باشه و نه جان یا پول. اسمش پیت بس بود و اسم گروهش بیتلز. در سال 1962 بعد از اینکه اولین قرارداد ضبط آلبومشون رو بستن، سه عضو دیگه گروه بی سر و صدا جمع شدن و از مدیر گروه برایان اسپتاین درخواست کردند که اون رو اخراج کنه. اسپتاین سر این تصمیم کلی شیون و زاری کرد، چون پیت رو دوست داشت. در نتیجه این کار رو به تعویق انداخت به امید اینکه این سه نفر نظرشون رو عوض کنن. ماها بعد، درست 3 روز قبل از اینکه ضبط اولین آلبومشون رو شروع کنن، اسپتاین بالاخره پیت رو به دفترش صدا کرد. اونجا مدیر گروه بدون مقدمه چینی به پیت بیس گفت که گورش رو از گروه گم کنه و گروه دیگری برای خودش پیدا کنه.
هیچ دلیلی هم براش نیاورد. توضیح نداد و ابراز تأسف هم نکرد. فقط گفت که اعضای گروه نمیخوان که اون عضوی از گروه باشه. پس برو به سلامت. به عنوان جایگزین بچه‌های گروه یک آدم عجیب و غریب به اسم رینگو استار رو آوردن. رینگو از بقیه بچه‌ها بزرگتر بود و یک دماغ گنده بامزه داشت. رینگو موافقت کرد که موهاش رو به مدل زشت جان، پل و جورج در بیاره و به بچه‌های گروه اصرار کرد که در مورد هشت پا و زیر دریایی آهنگ بسازن. بچه‌های گروه هم گفتن آره چرا که نه، گور باباش می‌سازیم. در عرض 6 ماه بعد از اخراج بس، بیتلمانیا فوران کرد. بیتلمانیا به معنی جنون و تب هواداران بیتل‌ها، مخصوصاً موقع کنسرت‌هاشونه. و جان، پول، جورج و پیت رینگو به 4 تا از مشهورترین چهره‌های روی زمین تبدیل شدند. در ضمن قابل درک بود که پیت وارد فاز افسردگی عمیقی شد و ساعت‌های زیادی رو صرف کاری می‌کرد که هر انگلیسی دنبال بهانه می‌گرده انجامش میده. مشروب خوردن. بقیه دهه 60 خیلی با پیت بس مهربان نبود. تا 1965 که پیت از 2 تا از اعضای بیتلز به خاطر افترا و تلاش برای بدنام کردنش شکایت کرده بود و همه پروژه های موسیقیش به طرز فجیعی شکست خورده بود. در سال 1968 دست به خودکشی زد، ولی فقط برای اینکه مامانش منصرفش کنه. زندگیش بگاه رفته بود. قصه بس مالند دیو ماستین پیش نرفت و بازگشتی رویایی به صحنه نداشت. هیچ وقت یک سوپر استار جهانی نشد و هیچ وقت میلیون ها دلار پول در نیاورد. ولی با این وجود سرنوشت بهتری برای بس رقم خورد. در یک مصاحبه در سال 1994 بس گفت اگه الان توی بیتلز بودم اینقدر که الان هستم خوشحال نبودم. چی داره میگه این آدم؟ بس توضیح داد که شرایط زندگی بعد از اخراج از بیتلز جوری رقم خورد که با همسر آیندهش ملاقات کنه و بعد بچه هاش از راه رسیدن. ارزش هاش تغییر کردن. زندگیش رو یه جور دیگه میسنجید. البته که شهرت و ثروت چیزهای خوبی بودن، ولی بس تصمیم گرفت اهمیت و احترام بیشتری برای چیزهایی که داشت قائل بشه. یک خانواده بزرگ پرمحبت، یک ازدواج با ثبات، یک زندگی ساده. البته الان هم فرصتش پیش بیاد درامز میزنه، حتی در اروپا تور اجرا میذاره و تا دهه 2000 میلادی هم به ضبط کردن آلبوم مشغول بود. پس واقعا چی رو از دست داده بود؟ فقط کلی توجه و به به چه چه، در حالی که چیزی که به دست آورد خیلی براش ارزشمند. این قصه ها نشون میدن که بعضی ارزش ها و معیارها بهتر از بقیه هستن. بعضی ارزش ها به مشکلات خوب و سازندهی منجر میشن که میشه راحت و روان حلشون کرد. بعضی ها هم به مشکلات بدی منجر میشن که به راحتی و همیشه قابل حل نیستن. ارزش‌های تخمی. یک سری ارزش‌های متداول هستند که مشکلات واقعاً سخیفی رو برای آدم‌ها به وجود میارن. مشکلاتی که به سختی میشه حلشون کرد. باید خیلی سریع نگاهی به این ارزش‌ها بیندازیم. لذت عالیه، ولی به عنوان ارزشی که زندگی رو حول محورش به چرخونی افتضاحه. برو از یک معتاد شیشه‌ای بپرس که قفلی زدن روی لذت اون رو به کجا رسونده. از کسی که مدام به همسرش خیانت میکرد، خانوادهش رو نابود کرد و بچه‌هاش رو از دست داد، بپرس که آیا لذت باعث شد که به خوشبختی برسه؟ از مردی که تا سرحد مرگ غذاهای چرب و چیلی خورد و همین مونده بود که خودش هم بخوره، بپرس که لذت چجوری در حل مشکلاتش به کارش اومد؟ لذت یک خدای تقلبیه. تحقیقات نشون داده که انسانهایی که ارزششون رو روی لذتهای سطحی متمرکز میکنن در نهایت استراب بیشتری دارن، از لحاظ عاطفی بی‌ثباتن و افسرده تر هستن.
لذت سطحی ترین نوع رضایت از زندگیه و در نتیجه راحت تر از هر چیزی به دست میاد و راحت تر از هر چیزی از کف میره. ولی با این وجود لذت اون چیزیه که 24 ساعته و 7 روز هفته به ما عرضه میشه و تبلیغاتش همه جا هست، همون چیزی که ما روش قفلی میزنیم، ارزش برای سر کردن و پرت کردن حواسمون و ازش استفاده میکنیم. ولی لذت اگرچه در زندگی در دوزهای معینی لازمه، ولی به خودی خود کافی نیست. لذت علت شادکامی نیست، بلکه معلولشه. اگر بقیه چیزها رو درست انجام بدی، ارزشها و معیارهای درست درمون، لذت هم خود به خود به عنوان یک محصول جانبی ظاهر میشه. دو، موفقیت مادی. خیلی ها ارزشی که برای خودشون قائل هستن رو بر اساس اینکه چقدر پول در میارن، چه ماشینی سوار میشن، یا اینکه چمن حیاتشون از چمن همسایه چقدر سبزتر و قشنگتره میسنجن. تحقیقات نشون داده زمانی که فرد بتونه مایحتاج اصلی زندگیش، یعنی خوراک، سرپناه و غیره رو تأمین کنه، همبستگی بین شادکامی و موفقیت دنیوی به سرعت به سمت صفر میل میکنه. در نتیجه اگر یک بی خانمان قحطی زده در خیابانهای هند باشی، $10,000 در سال تأثیر شگرفی روی شادکامیت میذاره. ولی اگه به راحتی در طبقه متوسط داری زندگیت رو میکنی، $10,000 اضافی تأثیر چندانی روت نخواهد داشت و این یعنی داری کون خودت رو پاره میکنی و آخر هفته ها هم اضافه کار وای میستی برای هیچی. مشکل دیگه ای که بیش از حد ارزش دارن که بدونی و به موفقیت مادی برای شما ایجاد میکنه، خطر اولویت دادنش نسبت به ارزش های دیگه است. ارزش هایی مثل صداقت، پرهیز از خشونت و همدلی. وقتی آدم ها خودشون رو نه بر اساس رفتارشون، بلکه بر اساس مدال ها و مقام هایی که در جامعه جمع‌آوری میکنن میسنجن، نه تنها کم عمق و سطحی هستن، بلکه احتمالاً عوضی و دیوس هم هستن. 3. همیشه حق به جانب تو باشه. مغز ماشین ناکارآمدیه. ما مدام فرضیه های ضعیفی میسازیم، احتمالات رو بد قضاوت میکنیم، واقعیت ها رو نادرست یادآوری میکنیم، تسلیم سوگیری های شناختی میشیم و بر اساس عواطف یلخی و یوهویی تصمیم گیری میکنیم. ما، یعنی گونه های بشر، تقریبا بیشتر وقتها در اشتباه هستیم. پس اگر معیارهای شما بر اساس موفقیت در زندگیه که حق با شما باشه، خب باید بگم که خیلی بهتون سخت میگذره که همیشه اراجیف رو برای خودتون عقلانی جلوه بدیم. واقعیت اینه که آدمهایی که ارزش خودشون رو بر اساس اینکه همیشه حق باهاشون باشه میسنجن، درها رو به روی یادگیری از اشتباهاتشون میبندن. اونها این توانایی رو ندارن که از منظرهای جدیدی نگاه کنن و با دیگران همدلی کنن. اونها چشمشون رو به روی اطلاعات جدید و مهم میبندن. رویکرد بسیار مفیدتر اینه که خودتون رو جاهل فرض کنید. کسی که خیلی چیزها رو نمیدونه و این باعث میشه که به خرافات و باورهای بیبنیان خزعبل نچسبه و همیشه روحیه یادگیری و رشد رو در خودتون زنده نگه دارید. 4. چنگ زدن به مثبت اندیشی. یک عده هم هستن زندگیشون رو بر اساس تواناییشون برای مثبت بودن در مورد تقریبا همه چی میسنجن. شغلت رو از دست دادی؟ خب عالی، این فرصتیه که رویاهات و علاقت رو دنبال کنی. شوهرت بهت خیانت کرده و با خواهرت خوابیده، خب حداقل متوجه میشی که اطرافیانت چه جور آدمهایی هستن. بچت داره به خاطر سرطان حنجره میمیره، خب حداقل مجبور نیستی که پول درس دانشگاه بدی. اینکه نیمه پر لیوان رو نگاه کنی چیز بدی نیست، ولی حقیقت اینه که بعضی وقتا زندگی تخمیه و سالمترین رویکرد به این قضیه اینه که بهش اعتراف کنی و بپذیریش که تخمیه. انکار حسهای منفی میتونه به حسهای منفی عمیق‌تر و مزمنتر یا حتی اختلال عاطفی منجر بشه. مثبت‌اندیشی مداوم یه جور تفره رفتنه، نه یه راهکار درست حسابی برای مشکلات زندگی.
مشکلاتی که اگه معیارها و ارزش‌های درستی داشته باشن میتونن شما رو قدرتمندتر کنن و حتی بهتون انگیزه هم بدن. ببین واقعا قضیه خیلی ساده است. کارها خوب پیش نمیرن، آدم ها میرن رو مخت، بگاهی پیش میاد. این چیزا حالمون رو تخمی میکنه، میدونم، و این اوکیه. حس‌های منفی یک قسمت ضروری از سلامت عاطفی ما هستن. انکار این منفیجات یعنی ابدی کردن مشکلات و نه حل کردنشون. کاری که با احساسات منفی باید کرد میدونی چیه؟ باید یک، باید به روش معقول و پذیرفته شده اون رو ابراز کنی، و دو، یه جوری ابرازش کنی که همسو با ارزشات باشه. بذار یه مثال برات بزنم. یکی از ارزش‌های من پرهیز از خشونته. در نتیجه وقتی از شخص خاصی خیلی عصبانی میشم، اون عصبانیت رو ابراز میکنم، ولی خیلی هم سعی میکنم که با مشت نکوبم توی صورتش. ایده رادیکالیه، میدونم، ولی این عصبانیت نیست که مشکل ماست. عصبانیت طبیعیه، بخشی از زندگیه. عصبانیت توی خیلی از موقعیت‌ها چیز سالمیه. یادتون باشه که احساسات چیزی جز بازخورد نیستن. مشت زدن تو صورت آدم ها این مشکله. خود عصبانیت مشکل نیست. عصبانیت فقط یک پیام رسان برای مشت زدن توی صورت توه. تقصیر رو ننداز گردن پیام رسان، بندازش گردن مشت من یا صورت خودت. وقتی خودمون رو مجبور میکنیم که همیشه مثبت انگیش و مثبت نگر باشیم، وجود مشکلات زندگی رو انکار میکنیم. و وقتی مشکلات رو انکار میکنیم، این فرصت رو از خودمون میگیریم که اونها رو حل کنیم و شادکامی به بار بیاریم. مشکلات یه جور حس معنا و اهمیت رو به زندگیمون اضافه میکنن. در نتیجه اگر از مشکلات جا خالی بدیم، یک هستی بی‌معنی، اگرچه شاید خوشایند، خواهیم داشت. در بلند مدت تموم کردن یک ماراتون ما را از خوردن یک کیک شکلاتی خوشحالتر میکنه. بزرگ کردن یک بچه ما را از پلی استیشن بازی کردن خوشحالتر میکنه. شروع یک کسب و کار کوچیک با رفیقهامون در حالی که به نون شب محتاجیم ما را از خرید یک لپتاپ جدید خوشحالتر میکنه. این فعالیت‌ها استرس زیادی دارن، شیره آدم رو می‌کشن و اغلب اوقات ناخوشایندن. از اونهایی که باید مشکل پشت مشکل رو تحمل کنیم، ولی با این وجود از معناترین و پرشعفترین چیزهایی که در کل زندگی انجام میدیم درد دارن، تقلا دارن، حتی عصبانیت و ناامیدی دارن، ولی وقتی به سرانجام میرسونیمش و عقب نگاه میکنیم و در حالی که داریم برای نوه هامون تعریفشون میکنیم، چشم هامون تر میشه. فروید میگه یک روز وقتی به گذشتت نگاه میکنی، سالهای سخت رو به عنوان قشنگترین هاش به یاد میاری. برای همینه که این ارزش ها لذت، موفقیت مادی، همیشه حق به جانب تو باشه، مثبت اندیشی، ایدئال های سخیفی برای زندگی هستن. برخی از خفن ترین لحظه های زندگیمون نه خوشایند هستند، نه موفقیت آمیز، نه آشنا و نه مثبت. نکته اینجاست که باید چند تا ارزش و معیار درست حسابی رو در خودمون تثبیت کنیم و اون وقتی که لذت و موفقیت خودشون میان سراغمون. اینها اثرات جانبی ارزش‌های خوب هستند. خودشون به خودی خود فقط سرخوشی‌های پوک هستند. تعریف ارزش خوب و ارزش بد. ارزش‌های خوب همچین ویژگی دارن. 1. مبتنی بر واقعیت هستند. 2. از لحاظ اجتماعی سازندن. و 3. بی واسطه هستند و قابل کنترل. ارزش‌های بد این ویژگی‌ها رو دارن. خرافی هستند. 2. از لحاظ اجتماعی مخرب هستند. 3. بی واسطه نیستند. قابل کنترل هم نیستند. صداقت یک ارزش خوبه، چون چیزیه که کاملا روش کنترل داری، واقعیت رو نشون میده و بقیه هم ازش سود میبرن، اگرچه گاهی میتونه تلخ باشه. ولی از طرفی محبوبیت یک ارزش بده.
اگه این ارزش رو انتخاب کنی، یعنی از معیارت اگه این باشه که محبوب ترین پسر دختر مهمونی باشی، بیشتر ماجرا از کنترل تو خارج میشه. نمیدونی دیگه چه کسانی قراره توی مهمونی باشن و احتمالا نصف بیشتر اون آدم ها رو نمیشناسی. دومن این که ارزش معیار بر اساس واقعیت نیست. ممکنه که حس کنی محبوب هستی در حالی که واقعاً هیچ ایده‌ای نداری و نمیدونی که بقیه در مورد چی فکر میکنن. یادداشت جانبی به عنوان یک قانون هم بهت بگم، کسانی که از طرز فکر بقیه نسبت به خودشون میترسن، در واقع از همه چیزهای تخمی و تاریک میترسن. از اون چیزهای تاریک خودشون در مورد خودشون فکر میکنن و تو صورتشون بازتاب داده میشه. چند نمونه از ارزش‌های خوب و سالم رو بهت میگم: صداقت، نوآوری، آسیب‌پذیری، دفاع از حقوق خوب، دفاع از حقوق بقیه، عزت نفس، کنجکاوی، کمک به نیازمندی‌ها، تواضع و خلاقیت. چند نمونه از ارزش‌های بد و ناسالم: سلطه‌جویی از طریق دغل‌بازی یا خشونت، همه رو کردن، همیشه احساس خوب داشتن، همیشه مرکز توجه بودن، تنها نبودن، محبوب همگان بودن، پولدار بودن، صرفاً به خاطر پولدار بودن، قربانی کردن حیوانات زبون بسته برای خدایان خدا نشناس. راستش این آخری رو خودم هم نفهمیدم منظورش چیه. این رو مترجم نوشته. خواهید دید که ارزش‌های سالم و خوب اونهایی هستن که از درون به دست میان. چیزهایی مثل خلاقیت یا تواضع رو میشه همین الان تجربه کرد. کافیه ذهنت رو به سمت و سوی خاصی جهت بدی تا تجربهش کنی. این ارزش‌های بی‌واسطه فوری و قابل کنترل هستن و شما رو با دنیا همونطوری که هست درگیر میکنن، نه اونطوری که دوست داری باشی. ایده‌های بد معمولاً به رویدادهای خارجی وابستن. سفر با جت خصوصی، بهت بگن که همیشه حق با شماست. در جزایر قناری ویلا داشتن، خوردن یک ژلاتو در حالی که 3 استریپر دارن اون پایین با ماتیک برات میزنن. ارزش‌های بد اگر چه ممکنه گاهی باحال و لذت بخش باشه، ولی خارج از کنترل شما هستن و معمولاً به دست آوردنشون نیازمند ابزارهای مخرب یا خرافی هستن. ارزش یعنی اولویت بندی. همه یک ژلاتوی خوب یا یک خونه در جزایر قناری رو دوست دارن. سوال اینه که اولویت شما چیه؟ چه ارزش‌هایی رو بر بقیه مقدم می‌دونی؟ چه ارزش‌هایی بیشتر از بقیه در تصمیم‌گیری‌هات اثرگذار هستن؟ ارجح‌ترین اولویت هیرو اونودا وفاداری تام و خدمت به امپراتوری ژاپن بود. خب این ارزش اگه از خوندن سرگذشتش متوجه نشدین، ولی از یک رول سوشی مونده بوگندوتره. این ارزش مشکلات تخماتیک زیادی برای هیرو ایجاد کرد. توی یک جزیره دور افتاده گیر کرد و به مدت 30 از حشرات و کرمها تغذیه کرد و البته مجبورش هم کرده بودن که جون شهروندان بیگناه رو بگیره. پس با وجود اینکه هیرو خودش رو یک آدم موفق میدونست و با وجود اینکه معیارش رو برآورده کرده بود، ولی فکر میکنم هممون اتفاق نظر داریم که زندگیش بگاه رفته. یعنی هیچ کدوممون دلمون نمیخواست جای اون بودیم اگه میتونستیم، و کارهاش رو تحسین نمی کنیم. دیو ماستین به شهرت و ثروت چشمگیری رسید، ولی با این وجود احساس ناکامی میکرد، چون که ارزش‌های تخمی رو دنبال کرده بود که بر مبنای مقایسه تخمیتری با موفقیت دیگران سنجیده میشد. این ارزش مشکلات داغونی رو براش فراهم کرد. مشکلاتی مثل من باید 150 میلیون آلبوم دیگه هم بفروشم، اون وقت همه چی دیگه ردیف میشه، یا تور بعدی من باید حتما تو استادیوم باشه. مشکلاتی که فکر میکرد باید حلشون کنه تا خوشبخت بشه. جای تعجب نیست که چرا نبود. از طرفی پیت بیست از این رو به اون رو شد. با وجود اینکه اخراج شدنش از بیتلز باعث افسردگی و سرخوردگی شده بود، بزرگتر که شد یاد گرفت چیزهایی که براش اهمیت دارن رو از نو
اولویت بندی کنه و زندگیش رو زیر نور جدیدی محک بزنه. و همین دلیل بست به یک مرد خوشحال و سالم تبدیل شد که در یک خانواده عالی با زندگی سادش حال میکرد. چیزهایی که 4 تا عضو بیتلز سالهای سال برای دستیابی بهش در تقلا بودن. وقتی ارزشهای سخیفی داریم، یعنی استانداردهای تخمی برای خودمون و دیگران تعیین میکنیم، یعنی برای چیزهایی تره خورد میکنیم که اهمیت ندارن، چیزهایی که در واقع زندگیمون رو بدتر میکنن، ولی وقتی ارزشهای بهتری رو انتخاب میکنیم میتونیم برای چیزهای بهتر تره خورد کنیم، چیزهایی که اهمیت دارن، چیزهایی که سطح سلامت و رفاهمون رو بالا میبرن و شادکامی، لذت و موفقیت رو به عنوان اثرات جانبی از خودشون نشون میدن. خلاصه بگم که رشد شخصی همینه. اولویت دادن به ارزشهای بهتر و انتخاب چیزهای بهتر برای اینکه براشون تره خورد کنی. چون وقتی تره های با کیفیت تری خورد میکنی، مشکلات بهتری خواهی داشت. و وقتی مشکلات بهتری داشته باشی، زندگی بهتری هم خواهی داشت. از اینجا به بعد این کتاب به 5 ارزش اختصاص داده شده که اونقدرها با عقل سلیم همسو نیستن. ولی ارزش هایی هستند که به نظر من مفیدترین ارزش هایی هستند که فرد میتونه برای زندگیش انتخاب کنه. همشون یه جورایی از قانون تلاش معکوس پیروی میکنن که قبلا در موردش صحبت کردیم. چون همشون از جنس منفی هستن، همشون نیازمند رویارویی با مشکلات عمیق‌تری هستن و نه تفره رفتن ازشون و متوسل شدن به سرخوشی های زود گذر. این 5 ارزش هم بحث برانگیزه و هم رنجاننده، ولی زندگی من رو از این رو به اون رو کرد. اولین ارزشی که در فصل بعد بهش میپردازیم یک شکل افراطی از مسئولیت پذیریه. پذیرش مسئولیت هر چیزی که در زندگیت اتفاق میفته صرف نظر از این که تقصیر کیه. و دومین ارزش، ارزش عدم قطعیته، اعتراف به نادانی و تردید همیشگی به باورها. بعدیش ناکامیه، تمایل به کشف اشتباهات و نقطه ضعف‌هات با هدف بهتر کردنشون. 4 رشد کردنه، توانایی نگفتن و نشنیدن و در نتیجه تعیین کردن چیزهایی که میخوای در زندگی بپذیری یا نپذیری. آخرین ارزش که در موردش میگم تعمق در فانی بودنه. این یکی خیلی حیاتیه، چون توجه همیشگی به مرگ شاید تنها چیزی باشه که به ما کمک میکنه همه ارزش‌های دیگه‌مون رو در یک افق مناسب جلوی چشممون نگه داریم. خب دوستان، این بود ارزش رنج کشیدن از کتاب هنر رندانه به تخم گرفتن نوشته مارک منسون. خیلی متشکریم از اینکه ما رو تماشا کردید. لطف کنید ما رو سابسکرایب کنید، حتما اون زنگوله کنارش رو بزنید تا ویدئوهای بعدی اون براتون بیاد و بتونید ببینید. لطفا ما رو به دوستان کتابخونیتون معرفی بکنید. اگر پیشنهادی هم دارید توی کامنت ها لطف کنید برامون بنویسید. بسیار بسیار سپاسگزاریم از اینکه بیننده و شنونده کانال خودتون کتاب من هستید.